سر خط تازه ترین خبرها، یک جبهه نظامی ضد طالبان با نام جبهه آزادی افغانستان اعلام حضور کرد. حل بحران بشری با توجه و تعامل نیاز دارد. همچنان در پایان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله به میدان هوایی کابل. به نام خدا و با تقدیم سلام و کانال خبری ون اسمارت خوش آمدین مشروع خبرها. افغانستان انترنشنال در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: یک جبهه نظامی ضد طالبان با نام جبهه آزادی افغانستان اعلام حضور کرد. این جبهه با انتشار یک ویدیوی گفته است که اقدامات طالبان در بازداشت خبرنگاران، زنان آزاده و معترض و وضعیت زنان از دلایل خیزش آنان است. این جبهه نظامی میگوید که هر گونه ارتباط با جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود را هم رد کرده است. این جبهه به افغانستان انترنشنال گفته است فعالیت های نظامیش را در شمال و نقاط مرکزی افغانستان آغاز کرده است. این چندمین نیروی ضد طالبان در داخل افغانستان است که اعلام موجودیت می کند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و شورای مقاومت ملی افغانستان با حضور جمعی از چهره های سیاسی و جهادی پیش از این اعلام حضور کردند که این دو دارای بخش های سیاسی و نظامی هستند. جبهه آزادی افغانستان اما به نظر فقط شاخه نظامی دارد. متن منسجم و دقیق اعلامیه نشان می دهد که این گروه احتمالاً بر استراتژیک و خواست خود واقف است. با فرا رسیدن فصل بهار گفته می شود که خیزش های نظامی علیه گروه طالبان افزایش می یابد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اخیراً در مصاحبه با خبرگزاری تاس اعلام کرد که ممکن است در بهار مقاومت گسترده علیه طالبان رخ دهد. در همین حال جبهه مقاومت ملی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: خبر خوش دقیق. جبهه مقاومت آزادی در شمال کشور به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم اعلام حضور کرد. منبع: افغانستان انترنشنال. تا کنون این خبر را مارشال عبدالرشید دوستم تایید نکرده است. همچنان این در حالی است که بحران بشری و توجه و تعامل نیاز دارد. نشست اسلو که با حضور طالبان در ناروی برگزار شده است وارد دومین روز آن شد. در جریان روز اول هیئت طالبان که به ناروی سفر کرده اند با یک هیئت 16 نفری نمایندگان جامعه مدنی دیدار و گفتگو کردند. منابع گفتند که در نتیجه این دیدار که در فضای آرام دنبال شده بود، هیئت طالبان برگشت دختران به مکتب را پذیرفتند و وعده دادند که وزارت امور زنان را نیز بازگشایی میکنند. همچنان در این نشست تاکید شده است که از زنان معترض حق اعتراض داده میشود و کارمندان زن خدمات ملکی میتوانند که در اداره های خود دولتی برگزینند. قرار است در جریان این نشست هیئت طالبان با نمایندگان کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا دیدار و روی موارد مختلف گفتگو کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از برگزاری این دیدار گفت که هدف اصلی برگزاری نشست اسلو تشکیل نظام سیاسی همشمول، دسترسی زنان به حقوق بشری و مبارزه با تروریسم است. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز تصریح کرد که آن کشور به دنبال رسیدگی با بحران افغانستان است. و این ترتیب اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا که در این نشست حضور داشتند میخواهند که در کنار سایر موارد روی بحرانهای موجود در افغانستان نیز با هیئت طالبان بحث کنند. متاسفانه بحران بشری در افغانستان با گذشت هر روز بدتر میشود. در کنار سردی هوا، بیشتر کارمندان پیشین حکومت و نهادهای خصوصی که وظایفشان را از دست دادند در حال حاضر مجبور شدند که برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان در هوای سرد به دنبال پیدا کردن کار باشند و
در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از ولایت‌های شمالی به ویژه برق نشان می‌شود که حتی دختران و زنان به دلیل نیازهای فوری زندگی از خانه‌هایشان بیرون می‌شوند و با امید پیدا کردن کار روزمره در سرک می‌نشینند. مشخص است که حل بحران‌ها در افغانستان با توجه جدی جامعه جهانی نیاز دارد. مقامات حکومت پیشین بریتانیا بارها از کشورها و نهادهای کمک کننده خواستند که توجه به حل بحران بشری در افغانستان را در اولویت کارشان قرار دهند. حتی آنان گفتند که اگر مشکلات سیاسی سبب کندی این روند می شوند، باید تحریف کمک های بشر دوستانه تغییر کند. نشست اسلو زمینه گفتگوها را فراهم می کند تا در کنار سایر موارد طرف های روی ادامه بیشتر کمک های بیشتر توافق کنند. نمایندگان کشورهای خارجی باید در کنار بحث روی سایر موارد راه های بهتر و مفیدتری را برای فرستادن کمک ها جستجو کنند. بی توجهی به حل فوری بحران بشری افغانستان در شرایطی که مردم توان سیر کردن شکمشان را ندارند می تواند مشکل بیشتری را برای افغانستان، کشورهای منطقه و حتی جهان ایجاد کند. همچنان طالبان باید از طریق تعامل با کشورهای حاضر در نشست اسلو زمینه را برای جلب بیشتر کمک ها بشر دوستانه فراهم کنند. این کمک ها نقش اساسی در تغییر وضعیت بشری در افغانستان دارد. پس از کمک نقدی 32 میلیون دلار ملل متحد، ارزش دلار در افغانستان حدود 2 افغانی کاهش یافته است و این خورد روی قیمت مواد اولیه تأثیر دارد. ادامه این گونه کمک ها که به گونه مستقیم با مردم افغانستان شریک می شود می تواند وضعیت در افغانستان را دگرگون کند. بهتر از در شرایطی که مردم با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند مشکلاتشان را نادیده گرفته نشود و طرف ها باید بپذیرند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر. بدرود.